سلام خواهران عزیز، با هم دیگه میخواییم حالا بیاییم کیف خرید درست کنیم. این پارچه‌ای که ما گذاشتیم برای آستریشه و اینم لایه داخل و دو تا بند میخواییم که خودشو 35 در 35 میزنیم و آسترش هم 35 در 35 میزنیم، یعنی 70. ما اینو دولا کنیم باید 35 بزنیم و اگر صاف باشه پارچه‌مون باید 70 سان بزنیم و بنداش هم روی هر کدوم 8 در 60 سان می‌زنیم. خواهران حالا میای بندش علامت زدیم، من 8 سانت در 60 زدم برای دو تا بندش رو زدیم. حالا میخوایم با هم دیگه قیچی کنیم. خواهران این آستر روی کارمونه و این آستریشه داخلش و اینم دو تا بندش. حالا میایم خواهران راسته رو میذاریم و با هم دیگه سوزن میزنیم. خواهران حالا که اینجا رو سوزن زدیم فقط ما این قسمت رو میدوزیم و بقیه کار رو بعداً میگیم چیکار کنیم، یعنی به این حالت شروع کنیم به دوختن کار. خب خواهران عزیز، حالا ما اینو که با هم دوختیم حالا میاییم برعکسش میکنیم و حالت رو به رو راسته میندازیم و سوزن میزنیم و شروع میکنیم به دوختن. اول سوزن میزنیم بعد. خب خواهران عزیز 10 سانت از این ور و 10 سانت از این ور کارمون رو میدوزیم و شروع میکنیم به دوختن کار، ولی این قسمت 15 سانت باز میذاریم و نمیدوزیم. حالا این ورش رو که خواهران عزیز دوختیم میاییم این قسمتش رو تا جایی که علامت زدیم میدوزیم. خب حالا خواهران عزیز ما اینو دوختیم و میاییم این گوشش رو علامت میزنیم برای 3 سانت میاییم پایین. و بعد این گوشهشو خواهران عزیز این برم 3 سانتی علامت میزنیم و حالا این برو خواهران عزیز توجه داشته باشین که این درز جلوی کار و عقب کار با هم یکی باشه، مساوی باشه. اگه یه خورده اینور باشه کارمون کج در میاد، باید این کلن از وسط اندازه میزنیم که خیلی صاف یک اندازه باشه. خب خواهران عزیز حالا ببینید 4 گوشه شما دوختیم و میایم با هم دیگه کارمون رو برعکس میکنیم.
و به این حالت در میاد. حالا میایم این قسمتش رو سوزن میزنیم و با هم میدوزیم. خب خواهران عزیز، حالا این قسمتش رو دوختیم و میاییم اینو به قسمت داخل کار میندازیم. و اگه اوتو داشته باشیم که اینو اوتو میزنیم، و اگه اوتو هم نداشتیم اینو سوزن میزنیم و یه راسته روش میریم که کارمون تمیز در بیاد. حالا ما اوتو زدیم اینو، ولی شما اگه اوتو ندارید میتونید این لبه کارتون رو اول یک بار بدوزین که بعد 2 سانتی یا 1 سانتی میایید پایین که بندشو بدوزین. خب خواهران عزیز، ما اینو اوتو زدیم، ولی شما اگه اوتو ندارید میتونید اینو تا کنید و سوزن بزنید و بعد شروع کنید به دوختن کار. خب خواهران عزیز، وقتی که ما اینو اوتو کردیم تموم شد، میاییم اینجا و 10 سانت میاییم قسمت و 10 سانت هم از این ور جای بندش رو مشخص میکنیم و بعد بند رو به این حالت میذاریم و شروع میکنیم به دوختن. حالا خواهران عزیز، بندش رو دوختیم و میاییم بر میکنیم و این بالای کارو دوباره سوزن میزنیم و شروع میکنیم یک بار از این بالا دوختن. خب خواهران عزیز، حالا بندش هم دوختیم، تموم شد کارمون. شما میتونید در سایزهای کوچیک، بزرگ، به هر ابعاد یا هر اندازه‌ای که خودتون بخواید قیچی کنید. امیدوارم که شما عزیزانم درست کنید و ازش استفاده کنید.